در جلسه دوم محاکمه هویدا بعد از خواندن رأی توسط خلخالی هنگامی که هویدا و مامورین در حال خروج به سمت حیات بودند یکی از همراهان هویدا با استفاده از کلت دو گلوله به او شلیک کرد برخی میگویند که خلخالی به هویدا تیراندازی کرد در حالی که بقیه فردی به نام هادی قفاری را عامل این کار اعلام می‌کنند ابراهیم یزدی داستان را اینگونه روایت می کند زمانی که محاکمه مرحوم هویدا در زندان قصر شروع شد و میخواست بگوید در دوران چهارده ساله زمامداری نخست وزیریش چه اتفاقی افتاده و خاطرات خود را بیان کند پس از اینکه جلسه دادگاه تنفس ساده می شود و هویدا به راه رو میآید یکی از آقایان روحانی که آنجا بوده و من مایل نیستم اسم ببرم در راه رو با هفتیر کمری خود را میکشد و زمانی به خلخالی خبر میدهند که کار از کار گذشته بوده است هویدا را میبرند روی صندلی مینشانند و عکس میگیرند و حکم اعدامش را قرائت میکنند و سپس او را اعدام میکنند ولی در واقع او را قبل از صدور حکم اعدام کشته بودند حادی قفاری در پاسخ به یک دانشجو در دانشگاه شیراز و همچنین در گفتگو با حسین دهباشی در برنامه تاریخ آنلاین گفت که هویدا توسط وی کشته نشده و این دروغ است و این مسئله را تکذیب کرد اسقر رخصت رئیس وقت زندان قصر این باره میگوید در آن دوره آقای هادی قفاری بدون آنکه مسئولیتی داشته باشد به زندان قصر رفت و آمد داشت متهمی می‌برد و می‌آورد اسلحه می‌برد و می‌آورد در روز دادگاه حویدا که او را به حیات پشت زندان برده بودند و هادی قفاری با یک تیر حویدا را پیش از اعلان حکم کشته بود یادم است وقتی صدای تیر در یک وقت غیر متناسب آمد بسیار ترسیدم وقتی سمت صدای تیر رفتم فهمیدم آقای قفاری هویدا را کشته است به گفته ابو الفضل حکیمی نماینده مردمی حاضر در دادگاه هویدا مدتی که گذشت تنفس دادند و هویدا را از در پشتی دادگاه خارج کردند من به دنبال ایشان رفتم هویدا را از پله ها پایین برده بودند آن بخش از ساختمان زندان قصر یک حیات کوچک بود که در انتهایش دو اتاق شبیه سلول انفرادی وجود داشت ناگهان از سمت سلول ها صدای گلوله آمد لحظاتی بعد آقای خلخالی و آقای قفاری از آن اتاق خارج شدند آقای قفاری یک کلت کمری در دست داشت و خلخالی با سرزنش به او میگفت دستت چرا میلرزید فهمیدم هویدا را کشتند. عادی غفاری علیرغم تأکید تاکید بر بیگناهی خود در مسئله اعدام هویدا در گفتگویی تأکید کرده است جامعه تشنه مجازات سران شاه بود. مردم میخواستند خلخالی را بزنند که چرا زودتر هویدا را اعدام نمی نمی‌گویم نمیگویم هویدا شخصا خودش دزدی زیادی کرده و برای شخص خودش چیزی تلمبار کرده است اما به واقع مسئول بخش هایی بود که در آن فساد میشد و چهره‌هایی همچون پرویز ساپدی با انتخاب وی منصوب میشدند.